سیاست و جامعه، نگاهی به رویدادها و رویکردهای جهان با رضا گوهرزاد. شنوندگان گرامی رادیو ایران، درود بر شما. رضا گوهرزاد هستم و برنامه سیاست و جامعه رو به شما پیشکش میکنم. در بخش پیشین برنامه در ساعت نخست اشاره کردم که دو روز پیش 20 نوامبر روز جهانی حقوق کودک بود و روز جهانی حقوق کودک ما را میبرد به کودکانی که از زندگی عادی محرومند، کودکان کار، کودکانی که زیر خشم حکومت‌ها له میشوند، کودکانی که در سن کودکی به سربازی می روند و به جنگ ها می روند، کودکانی که در خیابان ها برای تهیه لقمه نان از این اتومبیل به اون اتومبیل یا می خواهند گل بفروشند یا می خواهند آدامس بفروشند و هر آنچه می دانیم. سپس در روز 25 نوامبر، یعنی همین چهارشنبه ای که پیش روز، روز مبارزه با خشونت علیه زنان است و از آن بس هست که تا 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر پیش می آید. هر سال در این موقع در این زمینه ها گفتگو می کنم و برنامه را به این مسئله اختصاص می دهم و با میهمانی گفتگو می کنم. امسال بخت با من یاری کرد، بسیار هم یاری کرد و هنرمند، دوست گرامی، کنشگر حقوق انسانی و حقوق بشر و زنان و کودکان، فیلم The Cat، گربه، که در فستیوال یا جشنواره سان فرانسیسکو، مونترال به نمایش در میامد در این چند روز و پیش از این هم جایزه فستیوال کن را برده بود، برای من فرستاده نگاه میکردم، گفتم که این فیلم کوتاه 12 دقیقه‌ای، تقریبا 12 دقیقه است، بیانگر همه این مسائلی است که در بین این دو هفته در جهان به اون میخوان اشاره کنن. خب اجازه بدید زمان رو از دست ندیم، به خانم مری آپیت درودی داشته باشم، چون زندگی نامه هنری خانم مری آپیت طولانی تر از آن است که من در یک بخش برنامه بهش اشاره کنم، تک تک به اون اشاره که خواهم کرد. نخست به اون بخشی اشاره می کنم که ایشون بازیگری خودش رو از سن کم در ایران آغاز کرده، نخستین جایزه هم که گرفته از جایزه از فستیوال فیلم مسکو بوده برای فیلم بن‌بست. و فراموش نکنیم که بسیاری از کارهای تلویزیونی و نمایشی ایشون در ایران بسیار تماشاچی داشته. نمیخواییم وارد دوران و این چیزا بشیم که اون موقع شما حالا میخوایید ادبه رو با هم جمع بزنین. اجازه بدیم درودی داشته باشیم به خانم مری آپیت. خانم آپیت درود بر شما، از اینکه واقعا من شادمان کردیم که این فیلم رو فرستادین و من پس از سالها که فیلم خوب کمتر دیده بودم در زمینه انیمیشن، بار دیگر به تماشای یک فیلم انیمیشن خوب مانند سبک آقای مکلارن کانادایی و بسیاری از اون هنرمندانی که روسیه سفید کار میکنن نشستم. درود بر شما. درود بر شما آقای گوهرزاد، ممنونم از دعوتتون. من در مورد زندگی نامه شما تکه تکه هر بار که از پیام ها برمیگردیم اشاره خواهم کرد، ولی دوست دارم شما در مورد این فیلم کت صحبت کنید. این فیلم به دو موضوع انسانی، بیشتر دو موضوع بزرگ انسانی، یکی کودکان و یکی زنان، در گذر این 40 سالی که در جمهوری اسلامی میگذره و حقوق و زندگی انسانیشون پایمال شده اشاره میکنه، اشاره بسیار دقیق، چگونه زنان ما و دختران ما و کودکان ما اسیر این جمهوری بزرگ هستند. در خدمت شما هستید. چگونه شد که شما این موضوع رو برگزید برای انتخاب؟
ایگو حضرت، همچه که هموطن عزیزم شاهد کارهای 14 دهه گذشته من بودن، اکثرا کارهایی که من انجام دادم چه به تنهایی از نظر نمایشنامه هایی که داشتیم روی صحنه و چه همکاریم با هنرمندان با استادان مثل آقای پرویز صیاد و غیره، همیشه در زمینه کارهای زنان بسیار قوی بوده و من همیشه نگران موقعیت زنان و کودکان ایران بودم. این نگرانی هم یک نگرانی بوده که همیشه تو کارهام به هر شکلی که داشتم اون رو انعکاس دادم. من به عنوان یک هنرمند همیشه سعی کردم که تا اونجا که میتونم صدای کسانی که صداشون به گوش کسی نمیرسه، بخصوص از مملکتم ایران، و خانمهایی که 42 سال این پارچه سیاه روی سرشون آویخته شده که نصف جمعیت ایران شاید بیشتر باشن، به شکلی اونو در صحنه تئاتر و سینما جلوه بدن. توی این کار به خصوص به حال یه نتیجه افکار من هست در عرض این 42 سال گذشته. علت این که از انیمیشن من استفاده کردم برای اینکه احساس کردم که از طریق انیمیشن میتونم بازگوتر باشم، خیلی راحتر و روانتر میتونم این کارو انجام بدم. قصه ای رو که در این فیلم به خصوص هست که خیلی توجه همه رو جلب کرده الان در عرض چند ماه گذشته در فستیوال های متفاوت، قصه بسیار مهمی است از نقطه نظر من. من شاهد کودکانی بودم که در خیابان ها دست فروشی میکنن، در خیابان ها میخوابن، در جعبه های کارتون میخوابن. شاهد موقعیت زنان بودم در از این 42 سال در مملکتم که با چه وضعیت فجیعی مواجه هستن، چه از نظر حقوق قانونیشون، چه از نظر زندگی روزانهشون، چه از اون کسانی که در گورها خوابیدن به خاطر اینکه مسکن نداشتن، چه از مسئله اعتیاد، چه از مسئله مردان، چه تمام این سیستمی که وجود داشته و این غبار سنگینی که روی مملکت پر افتخارمون رو گرفته، همه این حساسیتایی که من شخصا دارم، این همه اینها یک جلوه تازه‌ای رو پیدا کرد و این جلوه این بود که من میخواستم به شکلی در یک کار سینمایی بزرگتر اینو ارائه بدم، ولی خب به خاطر مسائل بودجه و مسائلی که اصولا تمام چالش‌های ما هست هنرمندان در خارج از کشور تقریبا غیر ممکن بود و من فکر کردم بهتره که از نقطه نظر انیمیشن و تصویری قصه این دختر گلفروش رو در تهران که این غبار سیاه و این سایه سیاه به دنبالش هست، این رو من از طریق انیمیشن بازگو کنم و بعد مقاومت زنان ایرانمون رو و بعد ستیز بله. زنان ایرانمون رو بله. در مقابله با چنین فجایعی که اینها بودن در از این 40 سال گذشته و با امید پیروزی آنها. بله، در بخش‌های آینده به مسئله مقاومت زنان و اون چی که بر اونها گذشته اشاره خواهیم کرد، ولی در همین بخش من به این نکته اشاره بکنم که در دیدن این اتفاقا چه خوب که شما انیمیشن رو انتخاب کردید، برای اینکه این قلم سیاهی که بر روی این صفحه حرکت کرده سیاهی تمامی این دوران رو سیاه‌تر میتونه به راحتی بر برابر چشمان ما بگذاره و ما در این رابطه در زمینه فیلم های عادی رو به سادگی نمیتوانیم بیان کنیم. دختر گلفروشی که شما بهش اشاره میکنین خط آغاز یک بدبختی بزرگ برای دختران و زنان ما که در اون سالها شاهدش بودیم و چگونه اونها در این شرایط زندگی کردن و میکنن. شنوندگان گرامی، رضا گوهرزاد هستم و برنامه سیاست و جامعه رو به شما پیشکش میکنم. گفتگو میکنم با خانم مری آپیک، هنرمند ایرانی، فیلمساز، بازیگر، نویسنده که در بخش نخست به یکی از جوایز ایشون اشاره کردم. به این ترتیب اجازه بدهید افزون بر اینکه همه شما در جامعه ایرانی کار ایشون رو در زمینه تئاتر و سینما چه در ایران و چه در سالهای نخست پس از انقلاب در برون مرز میشناسید، مثل فیلم فرستاده The Mission و مثلا دیگر. به این نکته اشارم اگر به فیلمهای هوملند نگاه کنید، به کاری که ایشون در سال 2005 در مورد
حجاب کردن. یکی از کارهای بسیار زیبا و دیدنی و عمیق برای مسائل زنان بوده و این ترتیب و از نقطه نظر منتقدین سینما و تئاتر و نویسندگی که از کارهای ممتاز جلوه کرد و در جایی مثل لینکلن سنتر، کنیدی سنتر به نمایش گذاشته شده و من باز به جوایز ایشون در بخشای دیگر اشاره خواهم کرد. از بدین پی بگیرم گفتگو رو با ایشون در مورد آخرین کاری که از فستیوال کن تا سان فرانسیسکو تا مونترال همه جا رو در نوردیده و نگاه بسیاری رو به خود جلب کرده. فقط مسئله جایزه نیست، مسئله نگاه تیزبین منتقدان سینماست که چگونه میتواند به یک مسئله به این پر اهمیت در یک قالب 12 دقیقه‌ای اشاره کرد. خانم آپیت، من برمیگردم به بخش نخست گفتگومون. شما از زندگی این کودک گلفروش تا اونجایی که زنان رو در بزرگسالی و ستمی که به اونها میره در این 40 سال اشاره میکنین و زیر ضربه بین قرار میدین، یک پیوند مستقیم بین این زندگی این دختر بچه تا یک زن و اون مسئله بسته‌بندی ها و دلخراش و اصلا اشاره کردنش و مهر و جعبه ها و و مسائلی که این دختران ما و زنان ما با آن روبرو میشه، این پیوند از نظر نگارشی چگونه شما رو تونستین اون رو انجام بدین که درش کاستی نباشه؟ یعنی کسی که این فیلم رو نگاه میکنه میتونه خط رو به راحتی دنبال کنه بدون اینکه شما بخواید به دونه دونه مسائل اشاره کنید. چیزی که میخواستم من بهش اشاره بکنم این هستش که در وهله اول من در خانواده‌ای به دنیا آمدم که یک شیرزن مادرم خانم پیتوسفیان راهنمای زندگی من. بله بله، واقعا باید به ایشون درود دوباره داشته باشیم همیشه. متشکرم. بله، و ایشون نه بلکه راه منو صاف کردن، بلکه راه بسیاری رو صاف کردن در زمینه هنر و درخشش خودشون در زمان قبل از انقلاب در ایران. و خب مسلما تأثیر مستقیمی ایشون به عنوان یک زن، به عنوان یک زنی که پایدار ایستاد و کار هنری فوق‌العاده‌ای رو در زمان خودش و همچنان ادامه داد در خارج از کشور، من اشاره بکنم و افتخاری که من به ایشون میکنم. من علت این که ایشون رو الان اشاره میکنم به ایشون این هستش که با چنین مادری و با چنین نگرش که ایشون در زندگی داشتن و با آزادی خواهی که ایشون داشتند در ایران در زمان قبل از انقلاب، خب تأثیر این روحیه روی منم بود مسلماً. و قدم هایی هم که من برداشتم در آینده، هر کدوم از قدم ها تأثیر مستقیمی بود که مادر به من داده بودن که من باید حرف بزنم، باید صداها رو جلوه بدم و قدم ها رو پیش ببرم. این 40 سالی که گذشت و حساسیت های خود من به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر که خودم الان مادر هستم و مادر تو فرزند و اتفاقات که در ایران افتاد، مسئله فحشا در ایران، مسئله اقتصادی که در ایران وجود داره، زنهایی که از نقطه نظر نگرش من همه برهنه در جعبه های گذاشته میشه و اون مهر زده میشه و اینها رو به ممالک متفاوت فرستاده میشه برای فحشا زیر اسم دین. و این هست که تمام این خطوطی که توی ذهنیات من بود رسید به این مرحله که یک دختر خیلی بیگناه و معصومی که گل فروشی میکنه چطور میتونه روزی برگرده و چنین اتفاقات وحشتناکی رو در زندگی که هیچ وقت تصورش نداشته در انتظارش باشه در یک دوره 10 ساله. و این بودش که من میخواستم حتما این حس در این فیلم 100% باشه، این سفر در این فیلم باشه و قدرتی که این دختر میگیره در جریان فرارش، فراری که داره از این سیاهی و تمام مسائل نفتی، مسائل اقتصادی، مسائل فروش فرهنگ ملیمون که تیکه تیکه داره به فروش میره، همه اینا در پشت فرار این دختر و این قدم های محکمی رو که میزنه و نگرش اون هست به تمام این مسائل و میره و این بسیار شکل های سیاهی که دارن بهش نگاه میکنن و همه در میخواین رو بدرن،
هست تا اینکه برسه تو اون مرحله ای که یک قدرت درونی بسیار مهمی رو پیدا بکنه که بتونه پرواز بکنه. یعنی تمام فجایعی که رخ داده موجب میشه که این دختر پرواز بکنه. یعنی همون دختر خانمی که یه پارچه سفید رو گرفت تو دستش و رفت بالای سکو ایستاد، یعنی اون دختر خانمی که لباسش رو پاره کرد در خیابان، و تعداد زیاده و اسمها بسیار زیاده. تمام اتفاقاتی که در این دوره، در دوره به خصوص 10 سال گذشته یا 15 سال گذشته، به غیر از 40 سالی که 42 سالی که ما گذروندیم، به یک شکلی و به یک نحوی در ذهنیات من بوده که در این 12 دقیقه پیاده شده. بله. و بفرمایید. خواهش می‌کنم. و هدف من از این کار این بود که نه بلکه یک، شما وقتی که کاری به این شکل آغاز می‌کنین و بدون اینکه یک کلام در فیلم باشه، فیلم به هیچ وجه هیچ کلامی درش نیست، فقط شما با دیدن و با ویژوال هست که این احساس رو میگیریم. و من میخواستم که وقتی این قدرت درونی رو این دختر کوچیک پیدا میکنه، در مقابل هر سیاهی، در مقابل هر ستمی، در مقابل هر ظلمی میتونه بیسته. و این اتفاقی است که در این فیلم براش میفته و بعد پا میذاره به یک نور بسیار بزرگ و دریا و اقیانوسی بسیار بزرگ و تبدیل میشه به همون ماهی قرمزی که باش آغاز میکنیم فیلم رو. فیلم بسیار تاثیرگذار است. شما از زبان انیمیشن سخن گفتیم. من متخصص سینما نیستم، ولی روزگار جوانیم رو در فستیوال های فیلم گذروندم. فیلم های بسیار بزرگ سیاسفیدی که ساخته شده یا انیمیشن، به هر حال با سیاسفید قالب خطوط و کمی رنگ در اون حضور داره و این خیلی دقت بزرگی رو میخواد که شما حس سیاسفید وجود داره ولی کمی رنگ هم در درون اون میدوه. نشون میدین که چگونه این تغییر، چگونه انسان میتونه روی پای خودش بیسته و به خشم، به خشونت، به ظلم، به ستم بگه نه و به آزادی سوالمی دوباره داشته باشه. و این مسئله نگاه این فیلم به آزادی در پایان فیلم و این همین اکنون شما اشاره کردید، دختران خیابان انقلاب که روسری بر چوب کردن و زندان شدن تا بگویند که ما آزادیم، بسیار پر اهمیت داره. شما در بسیاری از زمینه‌ها برای کودکان فیلم کار کردین، برای زبانشون، برای کارتون‌هایی که ساختین که بیشتر خواستین فرهنگ خودشون رو، زبانشون رو به اونا نشون بدید. ولی این فیلم شما برای بزرگتر خواست. چرا به جای بیشتر بزرگترها رو، یعنی از نوجوان به بالا رو شما در این فیلم زیر ذره بینتون گذاشتین که اونها بدانن؟ فیلمتون برای کودکان نیست. نه، این فیلم برای کودکان نیست. این برای مردم دنیاست که در وهله اول بدونن که در ایران چه میگذره. و اگر توجه داشته باشید، من اول فیلم گفتم من این فیلم رو تقدیم میکنم به مردم ایران و به هر جا که به نیاز به دموکراسی هست و جنگی برای دموکراسی هست و پیروزی برای دموکراسی هست. یعنی این اولین خطی است که من این فیلم رو باش آغاز کردم. نه، این فیلم برای کودکان نیست. این برای دیدن و تشخیص 40 سالی که ما در این غبار وحشتناک سیاه زندگی کردیم در ایران و توجه مردم دنیا رو بودن به این مطلب. من خب کوشش هایی همطور که شما اشاره کردید در نمایشنامه بینیست ویل، در کوشش حجاب، این کار رو روی صحنه تئاتر انجام دادم، یا چه کارهای متفاوتی که داشتم، کاری که مربوط به کودکان بوده، اون برای حفظ فرهنگ بوده، حفظ میدونید زبون مسئله های عامیانه بوده که اون خیلی کاری بود کارستان. یعنی من اون دوتا پروژه 5-6 سال از زندگی منو در بر گرفت. دوتا موزیکال بود برای بچه ها که بچه ها در منزل خودشون یه حس گرمی داشته باشن نسبت به فرهنگشون، در زمانی که هیچی نبود برای بچه ها. و هنوز من شنیدم که هنوز نگاه میکنند و به زودی هم میره آنلاین این که بتونم بیشتر ازش استفاده بکنن خانواده ها. ولی هدف من گفتن درد زنان مملکتمونه. و مسلما وقتی من یک عکسی رو میبینم از یک کودک یا دختر بچه‌ای که با بینوا که توی خیابون خوابیده شب توی یک کارتونی و یه جونه جعبه آدامس تو دستشه، خب من چطور میتونم این رو به عنوان یک هنرمند اینو به تصویر نکشم به شکلی که خودم فکر میکنم که باید این درست باشه؟ بنابراین این حساسیت رو موجب شده که این فیلم به وجود بیاد. بسیار عالی. و گربه هم علتش هست که نقشه ایرانه
و خب اون قصه رو دیگه انشالله بقیه هموطنان یه روزی ببینن که وقتی از خط فستیوال ها بیاد بیرون، بعد اینو ما میذاریم اون آنلاین که دیده بشه که همه ببینن انشالله. چرا به مسائل زنان و خشونت اشاره میشه؟ زنان ما قربانی خشونت بودن همواره، ببینید در این 40 ساله خشونت چند برابر شده. به قول دوستان میگن مضاعف، من گفتم مضاعف کمه، دو برابر که بیشتر باید حساب کرد، مضاعف میشه دو برابر. خشونت کلامی، خشونت حکومتی، خشونت قانونی، خشونت خانوادگی، خشونت فرهنگی، زنان ما رو به عنوان قربانی همواره زیر ستم خودش گرفته. به این ترتیب با اشاره به این موضوع اجازه بدهید سخن خودم رو با خانم مری آپیک، هنرمندی که جز این که در زندگی دوران نوجوانی خودشون تا نزدیک جوانی بسیار درخشیدن، انقلاب ایران ایشون رو مانند بسیاری از ما به بیرون از کشور پرتاب کرد، ولی از پانه ایستادن و در زمینه خدمت به کودکان ایران، کودکان خاورمیانه، کودکان جهان و به ویژه مسئله زنان هرگز سکوت نکردند و چه در زمینه بازیگریشون و چه در زمینه کارهای اجتماعی تلاش کردند که صدایی باشن برای اونهایی که صدایی نداشتن. من در زندگی نامشون میخونم که در کتاب Green Card Stories که ایشون در این کتاب جایزه 2012 بهترین روزنامه نگاری هم برده، ایشون این کتاب رو در کاخ سفید با آقای اوباما هم اهدا کردن. وارد ریزکاری‌های این کارای ایشون اگه بخوایم بشیم ساعت‌ها طول خواهد کشید، ولی چون به مسئله زنان اشاره کردم، حجاب اجباری یکی از ستم‌های چندین و چند برابری است که بر جامعه ما در زمینه خشونت علیه زنان به راحتی می‌شود گفت که پیش رفته. وقتی که با شما حجاب رو ندارین، باتون خشونتی پیش میره که اون خشونت خود به خود زندگی رو تحت شعاع قرار میده. ایشون کاری دارن به اسم زیر حجاب و کار تئاتری بوده، کار تئاتری که بسیار در مراکز به نمایش گذاشته شده. اجازه بدین از خانم مری آپیک در مورد این کارشون بیشتر بپرسیم. خانم آپیک در خدمت شما هست. بله، نمایش در پوشش حجاب رو گمان میکنم آیگو از داریم بشه شده میکنیم. بله، در پوشش حجاب و به نام Beneath the Veil که به زبان انگلیسی من اینو نوشتم و خیلی مورد توجه منتقدین قرار گرفت، یک نگرشی بود بر روی زنان خاورمیانه و به خصوص زنان ایران از نقطه نظرگاه یک ژورنالیست آمریکایی که تحقیقی رو میکنه راجع به زنان ایران و زنان خاورمیانه و شبه و باید یه مقاله رو تحویل بده، خوابش میبره و تمام این شخصیت ها از این کتاب ها میان بیرون و هر کدوم قصه ای برای گفتن دارن و این ژورنالیست با اینها شروع میکنه به حرف زدن و قصه همه اینها این شخصیت ها دنبال میشه و اینها همه قصه های واقعی است که اتفاق افتاده بود در اون دوره و تا اون زمانه به خصوص وقتی من این نمایشنامه رو نوشتم و من اینو انعکاس دادم توی نمایشنامه در پوشش حجاب که زندگی زهرا کاظمی درش بود همچنان و زندگی یک پزشک زن افغانی درش بود، زندگی یک دختری بودش که در ایران در سن 16 سالگی خودکشی کرد برای اینکه داشت به موزیک مایکل جکسون گوش میداد و موهاشو کوتاه کردن جلوی تمام مدرسه و خیلی قصه های متفاوت درش بود که من یک فرمت موزیکال که نوازنده هایی داشتم روی صحنه که موزیک اون نمایشنامه رو با ما جلو می آمدن و همچنین رقصنده هایی داشتم که با فرمت های رقص های فولکلور ایران و بلتیک ایران تمام این قصه رو بهش بافت می دادم و می رفتن جلو که صدای همه این زنها در آخر نمایش میشه یک صدا و میشه صدای اون ژورنالیست که به دنیا خطاب می کنه که صدای منو بشنوید، صدای همه ما رو بشنوید. بنابراین این قصه برای من خیلی اهمیت داشت و به خصوص قصه زهرا کاظمی که من همیشه برای من یک معمای بزرگ بود که چطور میتونه یک زن در عرض دو هفته
در زندان بره در ایران که فقط داشت عکس میگرفت از زندان اوین و بعد کشته بشه و بعد هیچ وقت جنازه‌ش رو تحویل ندن و بعد پسرش چقدر دنبال جنازه مادرش بود که اونو برگردونه، دولت کانادا نتونست هیچ کاری بکنه با بس اینکه سیتیزن کانادا بود، و جریان زندگی دوست دختر من که خودکشی کرد به نام ملودی، دختر جوان که به خاطر که موهاشو از ته چیدن چون داشت به موزیک مایکل جکسون گوش میکرد توی مدرسه، تمام این اتفاقاتی که در عرض دوره بعد از انقلاب تا اون دوره به خصوص که 2005 بود که من این نمایش رو نوشتم درش انعکاس شده از نظر مسائلی که در ایران بود، چون قصه ها تعداد زیاد بود من نمیتونستم همه رو بگنجونم، ولی میخواستم قصه های مهمی رو بگم که بتونم باز دوباره صدای کسانی رو که نمیتونن صداشون رو به گوش دنیا برسونن در این نمایشنامه انعکاس پیدا بکنه. بله، من به مسئله این فیلم نمایش شما که اشاره کردم برای اینکه شاید به سبب نخواهیم بگوییم ناآگاهی، ولی دور از ذهن بودن اون چه که بر زنان ایران و خاورمیانه میره در رسانه های جهانی باعث شده که در کشورهایی که ما زندگی میکنیم به یه نوعی کرختی و یا بی‌حسی نسبت به اون چه که بر زنان ما در کشور ایران در افغانستان میره به وجود بیاد، یعنی کرخت هستن، احساس می‌کنن که خب چه چیزی هست، مثل اینه که مثلا در آمریکا اتومبیل فورد داریم، در اروپا اینو داریم، در خاورمیانه این هست، زندگی فرهنگی اینها هم همین هست که هست. نه، این زندگی فرهنگی خاص مشترک همه زنان نیست، خاص مشترک زنان دستیابی به آزادی و رسیدن به اون آزادی است که میخواد. آیگو عزاد، من تماشاشی آمریکایی داشتم برای این عکس، البته تماشاشی همتون عزیزم هم لطف کردن اومدن و نمایشو دیدم و بسیار فکر میکنم لذت بردم، ولی تماشاشی آمریکایی واقعا در یک تعجب و در تفکری افتاده بود که پشت صحنه می اومدن می گفتن اینا واقعیت داره، این قصه اینا واقعیست یا تو از خودت این رو به وجود آوردی در تخیلاتت، مگه میشه همچین چیزی، مگه سنگسارو میشه زنی رو گذاشت و روش سنگ پرتاب کرد تو اینکه کشته بشه، و من این رو روی صحنه نشون میدم از طریق باله و موزیک و رقصنده‌ای که داشتم مسئله سنگسار با نورهای خاصی رو که اینو پرورش داده بودم. بنابراین این به قول آمریکایی‌ها it was an eye opener، میدونید یعنی چشم یک دیده رو باز کرد که چه اتفاقاتی در خاورمیانه و به خصوص در مملکتمون ایران برای زنان میگذره. روز گذشته یکی از دوستان پرسید که فردا در مورد چه مسئله ای گفتگو خواهیم کرد، و من وقتی اشاره کردم به مسئله کودکان و زنان گفت نه، من منظورم برنامه سیاسی است. گفتم این سیاسی ترین مسئله است که در زندگی هر کسی میتونه وجود داشته باشه. خوب نگاه کنین این رویداد، یعنی در جهان، من این رو هم با سبب اینکه فیلم دکس با کودکی آغاز میشه، کودک گلفروش، به زن بودن و ستمی که بر زنان میره میرسه و سپس به نور میرسه و دریای آزادی و و و و و ببینید از نظر جهانی چگونه است. 20 نوامبر روز حقوق کودک، روز 25 نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان، و از 25 نوامبر تا 10 دسامبر که روز جهانی اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، که همون روشنایی و آزادی که همه در آرزوش هستیم، یک رونده. آیا می توانیم در این روند دست کم در این فاصله چند روز به وظیفه خود برای روشنگری بیشتر گام برداریم و عمل کنیم، دریچه‌ای به سوی روشنایی باز کنیم؟ هنگامی که خانم مری آفیک در مورد فیلمشون برای من فرستاده بودن و ایشون شاید نمیدونستن که من هر سال این موقع به این مسئله میپردازم، من اصلا براشون نوشتم که چقدر عالی، درست هم موضوعش با کاری که ما میخواییم بکنیم و همیشه میکنیم و در این فاصله است. آری، روز 25 نوامبر که هفته آینده در میانه هفته است و تا 10 دسامبر برای زنان ارزشمند است، روزی است که به خشونتی که علیه زنان رفته، به قتل‌های ناموسی، به خشونت زبانی، کلامی، اقتصادی، مالی، حکومتی، ضرب و شتم، هر آنچه که بر زنان بویژه در کشورهایی مثل کشور ما بیشتر و بیشتر در همه جای جهان این خشونت هست و بر زنان رفته جهانی است و
ولی در کشورهای مدل ایران، افغانستان و کشورهای آنسو این بزرگتره و این وظیفه یک نویسنده، هنرمند، برنامه ساز است که به اون بپردازه. من یه نکته هم اینجا اشاره کنم و بدم گفتگو رو به خانم مری آپیک. آدم هایی مثل خانم مری آپیک که در دامن دوست بسیار عزیز هنرمند والا خانم آپیک یوسفیان بزرگ میشن، به نظر من از نوجوانی بزرگ سال میشن و مسئولیت بزرگ سالیشون رو از نوجوانی آغاز میکنن و برای همین است این بار و وظیفه رو همواره بر دوششون میتونن هم بکنن. خب در خدمت شما هستیم، چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، یک جمع‌بندی برای اینکه در مبارزه برای زنان در دستیابی به آزادی چه باید کرد؟ در وهله اول آیگو حضرت، من از شما سپاسگزارم که شما منو به برنامه فوق‌العاده عالیتون دعوت کردید، برنامه‌ای که بسیار قابل احترامه و تجزیه تحلیل‌های شما فوق‌العاده است در این برنامه در عرض سالیان سال. من از شما بسیار سپاسگزارم برای همتی که شما گذاشتید و کاری که برای اجتماع ما میکنید. خدمت نرز بکنم که صحبت‌های شما و تجزیه تحلیل شما همین امروز و همین چند دقیقه گذشته عشق به چشم من آورد. بله، واقعیت ما زنان ایران به خصوص در از این 4 دهه گذشته زجرهای زیادی رو، ستمهای بسیاری رو، تحقیرهای بسیاری رو تحمل کردیم، ولی زنان ما شجاع هستند، زنان ما روی پاشون هستند، زنان ما مبارز هستند و من تشویقشون میکنم و من میخوام که جزو از اون زنان باشم که همراهشون باشم دست به دست و ما جلو بریم تا بتونیم یک آزادی و یک موقعیت دموکراتیکی رو پیدا بکنیم که باشیم نه بلکه فقط مثل گذشته بلکه خیلی بیشتر. من میتونم بگم که ما میتونیم پروازی بسیار بلندتر داشته باشیم، بسیار بسیار دست به دست بدیم و با هم باشیم و صدامون رو به جایگاهی برسونیم که دنیا بشنوه. در هم زمان با این مطلب و زنان دوشادوش با مردان که پیش میریم، من میخواستم تشکری داشته باشم از دوست نازنینم آقای سلمان محمدی که ایشون موسیقیدان و ایشون نوازنده ستار هستن در این فیلم گربه کت. و من بی نهایت ازشون ممنونم که با من همراهی کردن این کارو. و اگرم توجهی داشته باشید توی این فیلم که میدونم خیلی خوب این رو تجزیه تحلیل کردید، من از موزیک خاص آکاپلای دختر بوی رحمتی استفاده کردم. و این موزیک رو خوانندش خود من هستم. من این جرأت رو با خودم دادم که این قسمت رو که خیلی کوتاه و خیلی ظریفه تو این فیلم داشته باشم. میخواستم که قسمتی از صدای اون باشم، برای اینکه فیلم به هیچ وجه دیالوگ نداره و مهم این هستش که یک جرقه است، یک جرقه کوچیکه. و کسانی که فرزند در سان فرانسیسکو یا سنت لوئیس یا الان در 5 تا فستیوال مهم وارد شده این فیلم و توجه خیلی رو به خودش جلب کرده، سرا رو بر میگردونه. برای اینکه یک صحبتی است که خیلی لطیف گفته شده، منتها با یک عمق خیلی بزرگی از سر مسائل اجتماعی ایران در 40 سال گذشته و به خصوص برای زنان ایران. من واقعا به زنان مبارز ایرانم افتخار میکنم و میدونم که جایگاه بسیار بالایی خواهند داشت و باید که این ستیز رو بر علیه ظلمی که بهشون میشه ادامه بدن. بی تردید چنین خواهد بود. من باز هم بگم برای روزی که شنوندگان میگم، برای روزی که این فیلم پس از فستیوال ها بتونه فرصتی فراهم کنه که همه اون رو ببینین، خط فکری که در فیلم پیش میره خط ممتازی است. یک نکته هم من بهش به همه شما اشاره کنم، مبارزه زنان پیش خواهد رفت، ولی اگر مردان این فرصت را به خود بدهند بخشی از این مبارزه باشند، بی تردید آن را زودتر به سامان خواهند رساند و به جایی که باید. در زندگی همه چیز اگر مشترک است، مبارزه نیز مشترک است. مبارزه با خشونت علیه زنان شاید
نخستین وظیفه مردان باشد تا خود زنان. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خانم مریاپیک عزیز که فرصت دادین در خدمتتون باشم. سپاسگزارم از شما و برای توجه شما به فیلم کت گربه. بی‌نهایت ممنونم آقای گوهر.